سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان. در تفسیر خبر در ساعت 1 بعد از ظهر واشنگتن همراه شما خواهم بود از شبکه تلویزیونی ایران فردا. نگاهی خواهیم داشت به آنچه که در عرصه داخلی حکومت ایران می‌گذرد. اختلاف میان دو جناح اصلی حکومت رو به گسترش دارد. حملات از سوی دو طرف علیه یکدیگر گسترش تازه یافته است. همزمان بازتاب گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره شبکه‌های فحشا، صادرات فحشا از حکومت دینی ایران از جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. بحران در روابط تهران و کشورهای منطقه و آنچه که وزیر خارجه قطر در واشنگتن، وزارت نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد خانم نیکی هیلی درباره رفتار حکومت ایران و سرنوشت بنیاد علوی، بنیاد پهلوی پیشین و واگذاری درآمدهای آن به قربانیان تروریسم جمهوری اسلامی. خبرهای دیگر در همین زمینه مورد بررسی قرار میگیرد در این شماره از تفسیر خبر، در گفتگو با آقای علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان و در برلین، آقای مهران براتی پژوهشگر استاد دانشگاه و نویسنده و تحلیلگر سیاسی همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده سلام به شما. درود به شما جناب چالنگی عزیزم، درود به جناب مهران براتی و به همه بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری. آقای براتی عزیز با سلام به شما و خوشحالیم که از اینکه خسارت چندانی به شما در وضعیت بارانی و تقریبا شبه طوفانی آلمان وارد نشد. خیلی ممنون. من هم سلام ویژه دارم به هموطنان عزیزمون، به ویژه به هموطنان آذربایجانی که اصل و نسب من از اونجاست. با سپاس از طرف هم شهریان شما. آقای نوری‌زاده، آقای براتی، ببینید آیت الله خمینی وقتی که به ایران اومد در نخستین سخنان خودش سخنانی داد درهای بهشتی رو به روی مردم گشود، حالا به هر حال بهشت زمینی. بخشی از این صحبت‌های خمینی رو ما میشنویم و بعد پرسش‌هایی من دارم. برابر این که زندگی ما بی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دل خوش به این مقدار نباشید. ما هم دنیا را می آباد می کنیم و هم آخرت را. بله، ما هم دنیا را می آباد می کنیم و هم آخرت. حالا ببینیم گوشه ای از وضعیت دنیا بعد از 30 چند سال از حکومتی که آقای خمینی بنیاد گذاشت با هم می بینیم. ایران شده گسخانه، ایران شده گسخانه، ایران شده دوستخانه، ایران شده دوستخانه. رهبر فرزانه به خطاب به آقای خامنه ای هست. این گوشه و فقط گوشه ای از آنچه که در عرصه مالی و دنیوی مردم میگذره. در عرصه معنویات، بالا رفتن معنویات و آخرت و مسائل مربوط به آخرت و این موضوعات ببینیم. گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا است. افزایش و گسترش فحشا در ایران، باندهای فحشا، صادرات دختران ایرانی به اربیل، اردوکستان عراق، کشورهای عرب خلیج فارس به ویژه دبی و امارات. این هم گوشه دیگه از بالا رفتن معنویات
کشور ثروتمند ایران و نسل‌هایی که آینده در برابر خودشون در ایران نمی‌بینن. تفسیر شما رو می‌شنویم آقای نوری‌زاده. جناب چالنگی گفت چه بگویم، از کجاش بگم؟ 831 نفر به دلیل گرد و خاک در سیستان و بلوچستان بادهای 120 روزه به بیمارستان مراجعه کردن، یا ریزگردهای خوزستان، هوای 50 درجه. ببینید حتی در تعامل با آب و هوای گرم اینا صادق نیستن. مثلا اومدن اعلام کردن برای ذخیره انرژی ادارات تعطیل شده، نمیگن به علت گرما، برای اینکه مردم آسوده تر باشن، برای ذخیره انرژی. به هر روی ببینید آقای چالنگی، ما اگه برگردیم به خونه اول، گفت این قافله را خلاصه لنگ است، این قافله لنگی است که از اول معمار کج گذاشت و کجم بالا رفت. آقای خمینی از روز اول دروغ گفت و این دروغ گفتنم گفت بله ما مصلحت در پاریس میدیدیم اونجوری بگیم، یا در بهشت زهرا روز بازگشتمون اینجوری بگیم، الان مصلحت میبینیم اینجوری بگیم. این در هر حال آقای خمینی به علت اون صفت مذهبی که داشت قائل به این بود که میتونه توجیه کنه. الانم که ولایت مرتبط شده با آسمان، حضرت علی که 20 سال دستش در بیعت ابوبکر و عمر و عثمان بود، اگر ولایت الهی داشت شمشیر و همیدش میرد میگره، ولی آقای خامنه‌ای ولایت الهی داره. خب شما چی میتونید بگید به باندهای فسادی که با وقاحت محمد علی جعفری در دفاع از اونا میاد میگه که بله ما شمشیر داریم، تفنگ هم داریم، و اگه ما نبودیم دشمن با شما اون کارو میکرد. روحانی اصلا راجب مسئولیت شما نگفته بود، راجب دزدیاتون گفته بود، راجب مافیای رستم قاسمی در وزارت نفت گفته بود، و الا شما وظیفتونه از کشور دفاع کنید. گویا اینکه الان وظیفتون ترتیب دادن باند قاچاق دخترانه. یکی دو ساعت قبل با کاک عبدالله مهتدی رهبر حزب کمله صحبت میکردم و سوال کردم از ایشون این مسئله دختران رو. ببینید این دردناکه که فقر و وضعی که بر سر مردم آوردن باعث بشه که دختر ایرانی تنفروشی کنه، حالا یه روز در اقلیم کردستان، یه روز در دبی، یه روز در باکو، یه روز در ترکیه. این دلیل بر اینه که این نظام سرتاپا دروغ که از روز اول پایه دروغ رو گذاشت بی لیاقته. این نظام لیاقت اداره ایران 80 میلیونی رو نداره و برای خروج از این بحران و مشکل هیچ راهی وجود نداره جز اینکه آقای خامنه یک بارم شده با وجدان خودش سر آشتی داشته باشه، بیاد به مردم صراحتن بگه من صدای درد شما رو شنیدم، صدای رنج و تعب شما رو شنیدم، من میدونم نظام ما نظامه برخلاف، بنابراین میخوام یه انتخابات آزاد برگزار کنم. آقای چالنگی، ما داریم میریم به سوی جنگ، داریم میریم به سوی تکه پاره شدن ایران، و این رژیم عین خیالش نیست، چون برای سه نسلشون دزدیدن و بردن، مهم نیست براشون که هموطن ایرانی کلیه میفروشه یا دخترش خودفروشی میکنه در اربیل و سلیمانیه. آقای براتو، ببینید آقای حسن روحانی، حجت الاسلام حسن روحانی، سخنگوی دولت همین آقای روحانی، آقای قاسمی، بهرام قاسمی میاد و نه تنها این گزارش رو تکذیب میکنه، بلکه میگه فحشا ناشی از سیاست های یک جانب گرایانه، مداخله جویانه، تجاوزگرانه و بسیار تروریسم و پاکسازی نژادی آمریکاست. یعنی اینی که در ایران فحشا عینه هست، وجود داره، و در کشورهای عرب خلیج فارس متاسفانه شرم‌آور هست برای هر حکومت که دختران ایرانی قاچاق میشن به اونجا فرستاده میشن. این علتش ایناست، از زبان سخنگوی دولتی که معتقد است اون یکی جناح مثلا اشکال و اختلاف داره. آیا دولت مسئول نیست؟ آیا مجموعه حکومت در برابر این مسئله مسئول نیستن؟
فرق نمی کنه چه این یکی شیخ حسن روحانی چه اون یکی حیات هر که هست. خب ببینید، در ایرانی نیست که علت این فجایعی که شما نام بردید ناروشنه. تحقیقات بسیار گسترده‌ای در این زمینه در سطوح مختلف دانشگاهی و بیرون از دانشگاه، پژوهشگران علوم اجتماعی بسیار دقیق این مسائل رو بررسی کردن و ریشه ها رو میشناسن. منتها اون چیزی که وجود نداره این هست که حکومت بخواد دنبال راه چاره بره. حکومت هم گویا براش اولویت هایی وجود داره. اولویت های اول یکی همین مسئله اتم بود، بعدن مسئله همین خورد و خوراک روزانه مردم هست، مسئله مسکن هست، چیزهای از این دست هست که اینها را هم نمیتونه تامین بکنه. آقای نوریزاده اشاره کردن این حکومت امکان این که شرایط حداقل زیربنایی رفاهی رو برای مردم، برای 80 میلیون ایجاد کنه نداره. متمرکز شده روی شهرهای بزرگ و جاهایی که به اصطلاح این گروه های سیاسی قدرت و توان بیشتری دارن، اونجا کاری انجام میگیره. نواحی به اصطلاح سیستان و بلوچستان و کردستان و نواحی فقیر ما کسی به اونجا نمیرسه و به اونها کاری نداره. به همین دلیل هم هست که ما در سیاست چون مسئولینی نداریم که پاسخگو باشن. پاسخگوی هم دو جوره. معمولا وقتی که مردم میبینن یه حکومتی با اون چی که قول و قرار بوده، با اون چی که گفته وفا نکرده، در انتخابات بعدی دیگه اون رو انتخاب نمی کنن و کسی رو انتخاب می کنن که این قدرت رو داشته باشه. ولی حکومت و قدرت گرفتن در ایران ربط زیادی به این نداره که شرایط اقتصادی اجتماعی مردم چی هست. ببینید، به نظر من آقای روحانی که خب رئیس جمهور الان، میتونم من بگم ایشون الان رهبر اصلاح طلبای ایران روحانی، هیچ دلیلی برای انتخاب ایشون وجود نداشت. در حقیقت وضع اقتصادی مردم بدتر شده بود، همه چیز اوضاع خوبی نبود نسبت به وضع گذشته، وضع مردم بهتر نشده بود. اما مردم میرن رو چه اصلی؟ میرن رو اصل این که از ترس و وحشت این که یک جنگ جدیدی در بگیره، حکومت در درگیری با غرب طوری پیش بره، فراکسون ها جریانات تندرو حکومت سیاستی در پیش بگیرن که در منطقه آشوب بشه و جنگی در بگیره و همین زندگی عادی مردم از بین میره، میرن و میگن بله ما رای میدیم به روحانی. در اصل به قول یکی از دوستان من میگفت الان توقع ما اینجوری شده که از منزلمون که به طور مثال از قلهک میخوام بریم وسط شهر یه جایی خرید بکنیم، وقتی میریم و برمیگردیم در این وقت رفت و برگشت امنیت حس بکنیم، یعنی در این حد. خب در این شرایطی که وضع اینجوری هست، معلومه که حکومت از این شرایط استفاده میکنه و ترس مردم هست، از این ترس هم استفاده میشه و به جای رسیدگی به دردهایی که شما اشاره کردید میپردازه به مسائلی که مربوط به حل این مشکلات نیستن. یعنی شما میفرمایید نه اینکه وضعیت در شرایطی که، حالا من فقط پرسش میکنم، که مردم اینجور هستن که به حد اقل راضی هستن که از قلهک تا یه جایی میرن امنیت دارن، خوشحالن و اگر از این هم کمتر بشه باز خوشحالن، منظور مردم هست یا وضعیت نظر شما؟ مردم دیگه، منظور مردم هستن که در شرایطی که دارن هر سال مرتب به کمتر قانع شدن. بس. هر سال به کمتر قانع شدن چون میبینن یک کم بیشتر از کمتر خود به خود قابل دسترسی نیست و توقعات شرایطی طور پیش آمد. یا اینطور هم مردم میگن، حکومت در تبلیغات شرایط خودش مردم کم کم اینطور عادت میکنه. یه وقتی شنیده بودید وقتی یکی از این آیت الله میگه مثلا مردم چرا باید مرغ بخورن، مردم تخم مرغ بخورن، اگر تخم مرغ میز برن نون و پنیر بخورن، چرا اصلا باید این کار بشه؟ خب این یه سطحی رو از چگونگی اداره حکومت نشون میده دیگه.
آقای نوری‌زاده، صحبت اختلاف دو جناح شد. آقای حسن روحانی، ببینید ایشون اومد و یک اشاره کرد به دولت با تفنگ و وضعیت اقتصاد با تفنگ، که اشارهش مستقیما به سپاه پاسداران تعبیر شد. با یک تشری ظاهرا آقای جعفری زد، فرمانده سپاه پاسداران و بقیه، به نظر میرسه که آقای حسن روحانی عقب نشینی کرد، چون در سخنان چند روز پیش خود ایشون و معاون دیگه، هر دو هم البته جز نامزدهای ریاست جمهوری بودن که متهم به فساد شده بودن در کنار چهارتای دیگه، آمدن و گفتن آقای روحانی از نقش سپاه بسیار تشکر کرد و خواستار همکاری سپاه در طرح اقتصادی شد، و آقای جانگیری هم که گفت قرارگاه خاتم الانبیا که به یکی از مراکز فساد مشهور است باید قرارگاه طرح اقتصادی بزرگ بشه. خیلی اینو به یک عقب نشینی در برابر سپاه تعبیر کردن و اون حرفای آقای روحانی هم یک شعارهای انتخاباتی که خب به هر حال داره اون زمان. تفسیر شما رو میشنوم. اولا یه توضیح بدم، این آقایی رو که جناب براتی بهش اشاره کرد، ناصر ابوالمکارم شیرازی، ملقب به شکر فروش بود، که گفت مردم مرغ نخورن، در حالی که خود ایشون و آقازاده هاشون میلیون ها دلار از ثروت ملی رو دزدیدن. فقط خرج تلویزیون ولایت ایشون که شبها قزاوینه میشینن آل قزوینی و این چرندیات از اونجا میگن، در ماه حداقل 850 هزار دلاره و اینا اون وقت ایشون برای مردم نسخه میپیچه. اما در مورد آقای روحانی، ببینید آقای روحانی هنوز دوره دوم ریاست جمهوریشو شروع نکرده. این چیزایی که ما داریم میبینیم اینا پیشپردخانی های قبل از اصل نمایش. روحانی حرفی زد، بسیار حرف سنگینی بود برای اولین بار به سپاه که دولتی بدون تفنگ اقتصاد رو اداره میکرد، گرفتن دادن دست تفنگدارا. اون وقت که دست تفنگدارا نبود، هزار اشکال اقتصاد داشت در برابر جهانیان، و امروز که دیگه روشنه، فردا اگر امریکا سپاه رو جزو تروریست ها بذاره و بلک لیستش بکنه، تمام این شرکت ها و تشکیلاتی که سپاه داره غیر قانونی خواهد شد، و تمام این مشارکت و سرمایه گذاری های سپاه در چین و ژاپن و آلمان و جاهای دیگه غیر قانونیه. گمانم آقای روحانی کلام رو گفت که برای مردم این بحث باز بشه. محمد علی جعفری با وقاحت کامل صورت مسئله را عوض کرد به این گمان که مثلا آقای روحانی گفته سپاه به وظیفش عمل نمی کنه. نه، سپاه وظیفش حفاظت از مرز و بوم و البته در قانون اساسی و رژیم جمهوری ولایت فقیه. فکر می کنم این ماجرا ادامه پیدا کنه. برای که ببینید آقای چالنگی، آقای روحانی دوره اول ریاستشو با آقای خامنه‌ای مدیون بود، دوره دوم مدیون ایشون نیست، بلکه ایشون با تمام قدرت برای زمین زدنش وارد معرکه شد. مدیون مردمه. اون 24 میلیون یا بیشتری که بهش رأی دادن، تعهداتی رو بر او فرض کردن، التزاماتی داره آقای روحانی. اگر به این عمل نکنه، مردم آرام نخواهند نشست. وضع کشور وضع خطرناکیه. ببینید وقتی مردم میخونن که 1000 میلیارد، نمیدونم 10 میلیارد به سپاه قدس میدن، که چه بکنه؟ بره مردم سوریه رو بکشه، بره مردم یمن رو بکشه، موشک زلزال ببره، در بحرین آشوب ایجاد کنه. همین دیروز در این کشور کوچک دوباره یه گروه تروریستی وابسته به ایران گرفتن. بله، منظورم اینه. خب مردم تحمل نمیکنن. حالا اومدن تظاهرات جلوی مجلس رو با اون برنامه داعش و غیره متوقف کردن، ولی مردم جای دیگه میرن. این رژیم نمیترسه از روزی که آتشی به پا بشه، که اول ریش و عمامه خودشونو. ولی آقای نوری‌زاده، این چه که آقای روحانی گفت در برابر اظهارات جدید داوطلبانه، یعنی داوطلب شد و خواست از سپاه پاسداران که بیاد همکاری کنه، و از آقای معاون ایشون های جهانگیری اصلا قرارگاه خاتم الانبیا رو خواست، درست 180 درجه نه. مخالف حرفایی که قبلش زد. نه ببینید، خود ایشون دخالت همین تفنگدارا میگه بیاید
و بسیار کارهای عظیم کردن. از این به بعد هم بیاید و کارهای عظیم انجام بدید. اینا که بیکارن، برای ملت که کاری نمیکنن. تو سرشون بزنی بیان یه جاده درست کنن، خب یه ثمری داره. قرارگاه خاتم الابیان درست نشده بود که روغن به عراق ببره یا از عراق گاز نفت قاچاق بیاره. قرارگاه خاتم الابیان درست شده بود برای اینکه بازسازی کنه، برای اینکه اون چیزی که جنگ خراب کرده بود درست کنه. اگر اینا به وظیفه اصلی خودشون که اغلبم خانوادگی ارتباط داره، مثلا آقای سلیمانی پدرش بنا بوده، خودش هم در کار ساختمان بوده، برگرده چهار تا آجر رو هم بگذاره به جای اینکه بره تحریک بکنه مردم عراق و سوریه رو بکشه، اون اشکال نداره. ببینید، ما در برابر یک سوال بزرگ قرار گرفتیم. آیا سپاه پاسداران حاکم ایرانه یا آقای سید علی خامنه ای، آیت الله خامنه ای؟ این سوال رو باید پاسخ بدن. و روحانی به نظر من در این نقطه قرار گرفته که به هر شکلی شده یا آقای خامنه ای باید به صدا درآد که این سپاه نوکر منه، هر چی من بگم گوش میگه، یا سپاه بیاد بگه آقا مملکت دست منه. راهی غیر از این نیست. حالا آقای روحانی ترسید، عقب نشست، اینا در صورت مسئله چیزی رو تغییر نمیده. مملکت توسط باند مافیای سپاه به چنگ افتاده، گرفتاره. اگر روحانی میخواد یه عاقبت به خیری برای خودش داشته باشه، ارزشو نداره کنار بره، اگر نه بیاد وسط و بیسته و با مافیای سپاه بجنگ. خب آقای براتی، آیا آقای روحانی به قول معروف اهل چنین میدانی هست؟ و این تضاد، این صحبتهای متضاد اون نشوندنده چی هست؟ آیا اختلافی که آقای روحانی داره با باند مخالفش روبروی خودش، اختلاف بر سر چگونگی حفظ نظام هست یا اختلاف بر سر چگونگی پیش بردن منافع و مصالح مردم ایران هست؟ با این تناقضگویی آقای روحانی، آیا کسانی که به امیدی بهش رأی دادن باز هم میتونن امیدوار باشن، یا اینکه ایشون رو شاهد عقب نشینی 180 درجه ایشون باشن، تازه در روزهای اول حکومتش، دولت دومش؟ ببینید، در اینکه آقای روحانی دغدغه‌شون حفظ نظام هست که نباید در این باره حرفی بزنیم، اینطور هست. اما آقای روحانی به نظر من عقب نشینی نکردن. عقب نشینی هم نکردن به یک دلیل کاملا مشخص، با اونه که ایشون دارن علائم فروپاشی نظام رو میبینند. ببینید، وقتی یک ولی فقیهی با تمام اقتداری که داره مسئلهش میشه که آیا ربنای آقای شجریان ماه رمضان پخش بشه یا نشه و چرا آقای روحانی در این مورد حرفی زده یا چیزهای از این دست، این دیگه خیلی سطح عجیب غریبی شرکت یک رهبر انقلاب در سیاسته. یک طرف دیگه هم هست. شما در همین انتخابات دیدید که آقای علی لاریجانی که به هر صورت از اصولگرایان استخوان داره، آمد پیوست به جناح روحانی و مورد تکفیر اصولگرایان به اصطلاح راستین قرار گرفت. او هم این علائم فروپاشی نظام رو میبینه. فروپاشی نظام ها علائم خیلی مشخصی دارند در شرایط گوناگون. یکیش این هست که به هر صورت از زمان ریاست جمهوری های بنی صدر تا کنون این کاملا مسجله که رئیس جمهور و اصولا دولتی که هیچ گونه اقتدار نظامی نداشته باشه قادر اصلا به این نیست که برنامه‌های خودشو عملی بکنه. این صحبت به اصطلاح اقتصاد با تفنگ و بی تفنگ و غیر آقای روحانی نمودار درست همین تضادی است که در جمهوری اسلامی از روز اول بوده و الان در حقیقت روحانی به نظر من با کسانی که احتمالا پشت سر یه نوع اعلان جنگ هم کرده با آقای خامنه‌ای، با اون این هست که من برای اداره این مملکت احتیاج به اقتداری دارم که بیشتر از این چیز هست که میگن الان دولتی که
دولت ریاست جمهوری کشور در حقیقت میتونیم بگیم 30% از قدرت لازم رو داره برای اداره کشور، 70% قدرت دستش نیست. خب کسی که این رو سالهای سال تجربه کرده میبینه و باید در بیفته با این نظام ولی فقیه، باید خواستار تغییر قانون اساسیش بشه. احتمالاً بخشی از روحانیت هم که این وضع رو میبینن وحشت دارن از فروپاشی، فروروختن نظام و سرنوشت آینده خودشون، به این هشدارهای ایشون توجه دارن و نگاه میکنن. من فکر میکنم این درگیری که درگیری آقای روحانی با ولی فقیه نیست، با سیستم ولایت فقیه و سپاه نیست، این درگیری بخشی از نظام جمهوری اسلامی است با بخش دیگری است. ببینید در سیستم کمونیستی رو کاگبه فروپاشی دست اونها بود، اونها فروپاشی رو علامت شد دیده بودن و همین دلیل کسی از رأس خودشون رو بردن گذاشتن در اداره کشور که بعد آقای گورباچوف آمد. این وضع در ایران هم هست، احتمالاً یه همچین تغییر و تحولاتی به ویژه در رابطه با مخاطراتی که در رابطه با منطقه و خطراتی که از جانب اسرائیل و آمریکا ایران تهدید میکنه، اینها دست به دست هم میدن که به هر صورت اون شرایط پیشین رو دیگه آقای خامنه‌ای برای دیکته اون چی که میخواد نداشته باشه، زمینه گشاده میشه. زمینه گشاده شدنش هم علائمی از فروپاشی نظام داره در خودش که این رو درست آقای روحانی نمیخواد و میخواد جلو این رو بگیره. خیلی مختصر بفهمم کدوم بخش از صحبت‌های روحانی اشاره به نگرانی ایشون از فروپاشی نظام؟ چون این تضادی که شما اشاره از زمان بنی‌صدر گفته الان هم هست، دو جناب هم درگیرن، قدرت رئیس جمهور کمه ولی فقیه بیشتر، ولی نظام هم فرو نپاشیده. کدوم بخش از صحبت‌های روحانی؟ ببینید ایشون در مورد خود ولی فقیه صحبتشون چی بود؟ که ولی فقیه اقتداری نداره که از خودش گرفته باشه یا از فقه گرفته باشه. ایشون اشاره دارن به حضرت علی در این که، یا به خود محمد، که ایشون در مدینه اصلا اقتداری نداشت و مردم رو نمیخواستن. تا وقتی هم مردم نمیخواستن نتونست اونجا بیاد. و در ایران هم میگه مردم شورا این و عرشبت که مجلسی رو انتخاب میکنن، خبرگانی انتخاب میکنن که او انتخاب میکنه و آقای به صلاح ایشون هم نمیتونه به اقتدار خودش تکیه بکنه سر این مسئله. و اون طرف داستان میگه اگر شما فقط با رأی خبرگان میشید، من با 24-5 میلیون رأی مستقیم شدم. ایشون وارد به نظر من یه رودررویی کاملا مشخصی شده و این رودرروی شخصی ایشون نیست، این نگرانی بخش مهمی از این نظام است که علائم فروپاشی رو دارن میبینن. بله، علائم فروپاشی بر برخی از اعضای نظام آشکار شده، از جمله آقای روحانی همونطور که اشاره کردن در بخشی از سخنانشون بازتاب پیدا کرده این نگرانی. آقای نوری‌زاده تعبیر و تفسیر شما داشت. منم کاملا با این موافقم که عده‌ایشون کاملا میبینن رژیم در حال فروپاشیه. ببینید رژیم یه حالتی پیدا کرده، هنوز یه چند تا ستون اون زیر مونده ولی تمام این ستون‌ها ترک برداشته، لق میزنه. ببینید دولت آمریکا برای اولین بار در تاریخش وزیر خارجش میاد میگه براندازی. ببینید آخه این اصطلاح پیامد داره، این اصطلاح یا این حرف دنباله داره، تفسیر داره، تعلیق داره. براندازی یک رژیم دیگر، آمریکا در اوج دشمنیش با کوبا همچی حرفی نزد، عملا این کارو کرد ولی نگفت. در جنگ جهانی دوم اینو نگفت که ما میخوایم هیتلر رو براندازیم، ولی در مورد ایران این حرف گفته میشه. بعد شما شاهد یک سلسله اقدامات پیاپی هستید، پشت هم انجام میگیره و اینها باید برای رژیم هشدارهای خیلی دقیق. روحانی اینو میفهمه، آقای خامنه‌ای سر رو در لاک برده، یه عده بله بله قربانگو. آخه ببینید وقتی با آقای خامنه‌ای رئیس دفترش میگه ایشون 14 بار با امام زمان در جمع کران ملاقات کرده، یا دیگری برمیگرده میگه من
پاسدار ایشون بودم، آقای نصف شبا با امام زمان صحبت میکرد. شما وقتی اینا رو دور و برت میگن یه عده‌ای، خب شما اصلا میری تو اوهام، به خصوص بیمارم باشی، داروهای زیادی رو مصرف بکنی، به خصوص داروهایی که درد و الم دستت و ناراحتی پروستات و غیره رو بخواد فرو بنشانن، و بعد منجر میشه نبینی دنیا رو. آقای خامنه ای نمیدونه در یمن چی کار دارن میکنن و بازتاب این کار چیه. صد تا موشک زلزالی که میفرستن که به عربستان نمیخوره اما تو خود یمن فرو میاد، یعنی چی؟ این کشتار و وبا نفرتش و نفرینش به کجا میره؟ تو بحرین، تو عراق، توی سوریه این بازتاب داره. وقتی حسن نصرالله میاد میگه اگر اسرائیل به لبنان حمله کنه صدها هزار نفر از ایران و عراق و پاکستان و افغانستان میاریم اینجا، یعنی تمام هتلا توریستا که بوک بله. کرده بودن از کشورهای حاشیه خلیج فارس لغو شد، یعنی لبنان. اما فروپاشی آقای نوری‌زاده به منطقه حتما خواهیم رسید. این نشونهای فروپاشی که ایشون اشاره کردن علاوه بر اون صحبت‌های روحانی، چه نشونه های دیگه شما میبینید؟ الان عرض میکنم خدمتتون، نشانش اینه که کشور از نظر اقتصادی در یک حالت بین زمین و آسمان نگه داشته شده. نقدینگی، الان دچار کمبود نقدینگی شدیم علی رغم این همه پولی که اینا چاپ کردن. بانک های کشور ورشکسته است، این هیچ کدوم از بانک ها پول ندارن به سپرده ها صاحبان سپرده پس بدن. نظم اداری کشور مختله، قوه قضاییه 18 میلیون پرونده نرسیده بهش داره، اموال که مصادره شده در ستاد اجرایی فرمان امام، میلیاردها میلیارد ثروت کشور داره به غارت میره در توسط یه بانک. اینا همه نشانه فروپاشیه. فروپاشی یعنی چی؟ سال 57 هیچ کدوم از این نشانه ها نبود، فقط یه مقدار نارضایتی عمومی در مورد مسائل سیاسی بود، ولی وضع اقتصادی مردم خوب بود، کارگر کار داشت، از خارج هم کارگر آورده بودیم. چرا فرو ریخت؟ یه باور، یه اعتقاد مردم کشون بشه. الان مردم از این رژیم نفرت دارن، این رژیم رو دوست ندارن. اون اقلیت مؤمن درشون شک و تردید ایجاد شده، نمونه شو در مورد ابراهیم رئیسی دیدیم. خب این نشانهای فروپاشیه. بلوچستان و سیستان ناراضی، خوزستان استان زرخیز ناراضی، کردستان شما به هر سو نگاه میکنید این نارضایتی هست. چجوری فرو میپاشه؟ همینجوری. کافیست فقط یک عامل خارجی هم وارد قضیه بشه و اون وقت میبینید که چجوری این برف، همین حضراتی که شمشیر برای مردم میکشن، آب خواهند شد. اما آقای براتی، در همون شهر شما برلین، کنفرانس 20 کشورهای عضو سازمان 20 یا 20 کشوری که عملا 20 کشور صنعتی و غیر صنعتی عمده جهان هستن، مقدماتش برگزار شد. به نظر میرسه که اتحادیه اروپا با آمریکا، با اون چیزی که آقای نوری‌زاده هم اشاره کرده، آقای تیلرسون صحبت از براندازی کرده بود در بعضی از سخنانش، همراه همسو نیست. بعد تا برخی از کشورهای اتحادیه اروپا همراه حکومت ایران، یا به نوعی هنوز غیر مستقیم و مستقیم حمایت میکنه. تفسیر شما رو میشنویم. آیا دوگانگی در مورد سیاست آمریکا اتحادیه اروپا در برابر ایران وجود داره با توجه به اینکه روسیه در از حامیان حکومت ایران هست، دست کم در ارتباط با سوریه؟ ببین، من فکر نمی کنم که حتی آمریکا در فکر براندازی نظام جمهوری اسلامی باشه. آقای نوری‌زاده به یه مسئله اشاره کردن بر سر تحریم سپاه. این که تا به حال انجام نگرفته، یکی از دلایلش اینه که هم در سوریه و هم در عراق این نیروهای نظامی ایران هستند، وابسته به سپاه، سپاه قدس، و نیروهایی که بر سر از افغانستان و پاکستان و جای دیگه افراد شیعه‌ای که بسیار اجیر شدن که در این جنگ شرکت کنند.
اینها الان در حقیقت در مبارزه با داعش هم پیمان با آمریکا هستند. در حقیقت قبل از این که آمریکا در عراق وارد جنگ با داعش بشه، در سوریه این نیروهای جمهوری اسلامی بنا به منافع نظام خودشون این کار رو آغاز کرده بودند و این به انجام نرسیده هست. اما چند تا مسئله کلیدی هم اینجا هست که میتونن سرنوشت ساز بشن. یکی از اینها خواست سپاه پاسداران و آقای خامنه‌ای است که یک کریدور لوجستیکی از تهران به موصول، از اونجا به دیرالزور، از اونجا به بیروت، یعنی رابطه تهران به حزب الله لبنان رو از نظر به اصطلاح جغرافیایی از طریق زمینی کاملا وضع کنن که اینها بتونن کمک‌های نظامی و غیر نظامیشون رو به حزب الله مستقیم بدون دردسر ببرن. از اون طرف هم حتی مایل هستن که میخوان در بخش جولان سوریه، در بخشی که هنوز دست دولت بشار اسد هست، اونجا نیرو داشته باشن. و این مسئله یک مسئله کلیدی است برای آمریکا و برای اسرائیل. یعنی هیچ وقت به نظر من این اجازه داده نخواهد شد که همچی ماجراجویی بشه و امنیت اسرائیل به این شکل مستقیم مورد خطر قرار بگیره. هشدار باشی هم که وزیر خارجه آمریکا داده در مورد مسئله اینها مربوط بیشتر به این قسمت میشه که ما اجازه این رو نخواهیم داد که شما این کریدور رو ایجاد بکنید و از اون استفاده نظامی بکنید و اگر دنبال این کار برید، جدا از این که حالا در عراق و سوریه چه اتفاقی افتاد، ما با شما در خواهیم. اون طرف داستان هم الان ولیعهد جدید عربستان سعودی هست. اصلا اصل ولیعهد شدن ایران بخش بزرگش برمیگرده به اینکه ایشون به اصطلاح نیروی هوایی عربستان سعودی رو برای بمباران کردن متحد جمهوری اسلامی در یمن حوثی‌ها فعال کردن و نیرو فرستادن و تهدیدم به این کردن که بله ما میتونیم هم وارد جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی هم بشیم. این امکان که جزایر جنوبی ایران رو از طریق هوایی یا از راه کشتی حمله بهش بشه، مختصر و یا به اصطلاح برای یک هشدار باش و چیزی شبیه این، و این جمهوری اسلامی هم جوابی بده، اون وقت اون زمانی است که آمریکا مستقیما وارد جنگ خواهد شد. خب اینها همه به اصطلاح در اون جهت اون مسئله که شما میگید هشدار باش که داره هست، ولی الان به نظر من نه آمریکا و نه اتحادیه و کشورهای اروپایی مایل به سرنگونی نظام جمهوری اسلامی نیستن. این حرف ممکنه آمریکا به شدت هم بزنه، ولی الان به هر صورت وقتش نیست. تفسیر شما رو میشم آقای نورزاده در باره اون چیزی که آقای براتی گفت، به اضافه اینکه صحبت‌های خانم نیکی هلی که هشدارهای متعدد و به هر حال بخش بزرگ از سیاست‌های آمریکا در برابر حکومت ایران از زبان خانم نیکی هلی در سازمان ملل مطرح میشه. و در حاشیه این موضوع هم البته داریم اقراق‌های غیر لازمی که حکومت ایران از نظر تبلیغاتی در مورد محدودیت‌های ویزا کرده برای ورود. بله، اولا جناب چالنگی، در مورد این جاده استراتژیک یا هلال شیعه، پادشاه اردن سال 2005 این هشدار رو داد و گفت جمهوری اسلامی دنبال یه همچی بازیه و عملا واقعیت پیشبینیش ثابت شد. اما من اعتقاد دارم جمهوری اسلامی هیچ وقت با داعش نجنگید. یک جنتلمن اگریمنت، حالا گوین که دو طرف جنتلمن نیستن، بینشون بوده. داعش مولود نوری المالکی، نوکر دست به سینه جمهوری اسلامی است. او از شکم سلفیون داعش رو بیرون آورد با ظلمی که به سنی ها کرد. و امروز جمهوری اسلامی در آزادی موصل نقشی بازی نمی کنه، حتی هشت و شعبی رو جلوش رو گرفتن. جمهوری اسلامی هیچگاه با داعش درگیر نشد. نمونهش اینه که داعش در ایران عملیات تروریستی انجام نداد، در همه جای جهان انجام داد. ابوبکر بغدادی در سخنانش دولت سعودی و مصر رو دشمنان اول و دوم و بعد عراق رو دشمن سوم خواند، اما به روافض
که اسمشون رو آورد کاری نداشت. بن لادن هم در وصیتش می نویسه روافض به ما کمک میکنن، جاده میدن، از اونجا ما میریم. بنابراین میخوام بگم جمهوری اسلامی ممکنه فیلم بیاد که اینا در عراق برای مبارزه با داعش نیستن، برای کشتن سنی ها و شیعیان مخالف خودشون هستن. برای اینکه تهران آقای نوریز، بله بله الان عرض میکنم، برای اینکه آقای دکتر عیاد علاوی نخست وزیر نشه، شیعی که سکولار در تهران. اگر دقت بکنید افرادی که وارد این عملیات شدن چند تا آدم محلی، چند تا آدم لوکال بودن. حزب دموکرات کردستان 2 سال قبل در مورد 2 تا از اینا هشدار داده بود، یعنی آدم های شناخته شده ای بودن و کاری هم که کردن تنظیم شده نبود، ولی نتیجهش اون نمی شد. اینه که میخوام بگم با یه عملیات نمایشی که احتمالاً نظامم چراغ سبز داده برای انجام گرفتنش، اگر خیلی بدبین نباشیم حداقل اینو میتونیم بپذیریم، اون ماجرای مقبره امام خمینی که جوک بود که طرف بره تو حیات خلوت خودشو منفجر کنه. به هر حال من معتقدم جمهوری اسلامی و داعش منافعشون در یه جهت بوده، به جهت اینکه هر دو تضعیف دولت عراق و سلطه بر اونجا رو میخواستن. یکی موفق نشد، شکست خورد، به گور تاریخ پیوست در عراق، و یکی دیگه هنوز اونجا حاضره. و در سوریه هر بار ارتش آزاد سوریه در حال بردن بود، داشت ادلب رو میگرفت، جای دیگر رو میگرفت، ارتش سوریه بمباران میکرد و از اون ور داعش حمله میکرد. اصلا حیرت آوره در بعضی از مواقع که چگونه حزب الله هماهنگ با ارتش سوریه و جمهوری اسلامی به نقاطی حمله میکنن که ارتش آزاد در اونجا مسلطه. یک بار به نقطه داعش حمله نمی کنن. داعش 2 بار تدمر رو میگیره و ازش میره بیرون، چون ارتش آزاد میخواست بگیره، سوریه راهو باز کرد که داعش بگیره. چون رژیم اسد میگه یا منم یا داعش، نمیگه جورج صبرا بدیل منه، نمیگه کسانی رو نشون نمیده دکتر برهان قلیون بدیل منه، نه میگه ابوبکر بغدادی بدیل منه. اینه که به نفع و مصلحت رژیم جمهوری اسلامی و سوریه بود که داعش حضور داشته باشه، رشد کنه. امیدوارم با قطع ریشه داعش در عراق، البته ریشه فیزیکی ولی این فکر هنوز هست، امیدوارم در عراق به طوری که امروز در 2 مقاله میخوندم جمهوری اسلامی بیرنگتر و کمرنگتر و بیعتبارتر بشه، که حداقل بخش اون جادهی که فکر میکنن مال اوناست در اختیار حاکمیت عراق قرار بگیره. به پرسش قبلی باز خواهیم گشت، اما در این زمینی که آقای نوری‌زاده شرکت شما صحبتی هست آقای براتی میشنم. بله بله، اصلا اجازه بدید موافق نباشم زیاد با اون چی که جناب نوری‌زاده گفتن. وقتی فرمانده نظامی آمریکا در عراق میگه که نیروهای سپاه نقش مثبتی در مبارزه با داعش داشتن، خب این یه معنایی داره. از روزی که داعش موسول رو گرفت، از روزی که به 2-3 شهر کلیدی سوریه اونجا دستین کرد، این مسئله ای که آقای نوری‌زاده گفتن در این قسمت درست هست که جمهوری اسلامی یه موضع تاکتیکی در جنگ با داعش و یا همراهی با داعش اینجا و اونجا بنا به شرایط داشته. ولی اون چی که الان هست، وقتی که خطر از دست رفتن عراق رو به کلی ببینه و وقتی احتمال این رو حتی ببینه که نیروهایی که به هر صورت طرفدار عربستان سعودی هستن در این جنگ و نیروهای دیگه بتونن دست بالا پیدا بکنن، اون وقت این مسئله رو هست براش که برای تسلط به شهرهای کلیدی سوریه و عراق این جنگ رو با داعش بکنه. الان هم سیاست جمهوری اسلامی این نبوده که همه سوریه رو بخواد از داعش آزاد بکنه. اینها نوار به اصطلاح ساحلی، شهرهای ساحلی رو که مهمترین شهرها رو خواستن دست دولت مرکزی باشه، معراضی به اصطلاح کم اهمیتر، بی آب و بی کشاورزی و نواحی به اصطلاح کم اهمیتش دست داعشی هست. اونجام زیاد اینا حمله‌ای در این قسمت ندارن. روسیه هم اتفاقا همین سیاست رو داره در اینجا. ولی بر صورت از اون چیه، از تاکتیک‌های جمهوری اسلامی نمیشه این برداشت رو کرد
که در حقیقت جمهوری اسلامی خودش به دست خودش یه نیروی رو پرورش داده داده آورده که الان روی دوام باشه. یه مثلا هم جناب روزی گفتن خیلی کوتاه بفرمایید آقای برادری، چون اجازه بدید این جمله رو بگم. این در مورد مسئله انفجار در مقبره و در مجلس شورای اسلامی، لاغر مجلس رو من میدونم که هر کس اونجا میخواد بره 7 بار کنترل جاهای مختلف هست که تا بتونه اصلا به اون محلی که نماینده هستن راه پیدا بکنه. یعنی 7 خان را رستم اونجا کنترل هست. این که کسی رفته و راحت و از اونجا رد شد یکی رو کشته و این کار کرده، یک کم به نمایشی نزدیکه که ابعادش رو من نمیدونم نمیشناسم، ولی مورد سوال هست و این مسئله فکر کنم خیلی قابل باور نیست. آقای نورزاده خیلی کوتاه در همین زمینشون پرسش‌ها در زمینهای دیگه برای هر دو مهمان زیاد است، بفرمایید. بنده عرض نکردم داعش رو جمهوری اسلامی پرورش داد، گفتم با داعش یه قرارداد جنتلمن داشتن، حالا گوین که جفتشون جنتلمن نیستن. بله. اما بذارید من برای اینکه برسم به یه نقطه دیگه، فرمودید از من قبلا سوال کردید راجع به واکنش‌های بعضی از مسئولان ایرانی در مورد تصمیم آمریکا برای تطبیق. بله این پرسش قبلی بود، بفرمایید. حالا من فقط اینجا چیزی که باعث تأسف من میشه، آقای محمد جواد ظریف در بهترین دانشگاه آمریکا درس خوندن، بیشتر عمرشون رو در آمریکا گذروندن و این انسان قوانین رو میشناسه، حاکمیت ملی رو میشناسه. یه دولتی اگر بر اثر شرایط خاصی مجبور به اعمال حاکمیتش میشه، کما که جمهوری اسلامی بارها این کار رو کرده، حتی شهروندان خودش رو از ورود به وطن محروم کرده یا گذرنامه‌هاشون رو مصادره کرده در سفارتخونه‌هاش، این دولت آمریکا اگر یه تصمیم می‌گرفته که همه ما هم باش مخالفیم، اما مادر بزرگا رو از ورود به آمریکا محروم نکرده. من حرفم اینه آقای ظریف چرا دروغ میگه؟ ایشون اومده در توییترش نوشته که بله، نوشته دولت ترامپ مادر بزرگا رو در نمایش شرم‌آور و دشمنی کور با تمام ایرانیان، مادر بزرگا رو از دیدن نواهاش رو محروم کرد. آقای ظریف دروغ میگی، چرا؟ وزیر خارجه کشور باید به خاطر رضایت ولی فقیه دروغ بگه. کجا امریکا مادر بزرگا رو محروم کرده؟ دولت امریکا اومده حتی گفته بازرگان ایرانی یا کسی که ضرورت به امریکا سفر بکنه مدارکشو ارائه بده میتونه بره، خانواده درجه یک میتونن سفر بکنن. اگر مادر بزرگی نوشو بخواد بره ببینه یا پدر بزرگی، به اونا ویزا خواهند داد. شرایط برای بالای 70 سالگان تغییراتی داره، متفاوته. آقای ظریف اینا رو میدونه، جزئیات قانون رو میدونه و این رو برمیداره مینویسه، اونم به زبان انگلیسی. خب این چه واکنشی در دنیا ایجاد میکنه؟ آقای ظریف تو هم رفتی زیر عبا؟ اسباب تأسفه که با آقای احمد خاتمی وزیر خارجه تحصیل کرده ما باید حرفش یکی باشه. آقای ظریف خب به هر حال مدت ها بود که زیر عبا بود، از همون زمانی که در سازمان ملل بود، و در اون زمینه هم آقای نوری‌زاده دروغ بزرگی گفت که گفت به هیچ وجه بنیاد علوی هیچ ارتباطی نداره با دولت، که از یک نظر حرف درست ولی از نظر دیگه حرف غلطی است و مغلطه است. در واقع به اون پایین رسید اگه وقتی باقی باشه. و منتها خانم نیکی هلی آقای براتی در سازمان ملل از حکومت ایران خواسته تغییر رفتار بده، یعنی رفتار به شدت مورد انتقاد بوده نقش حکومت ایران در منطقه. جدا از اون چه که خانم نیکی هلی میگه، آن چه که سیاست حکومت ایران هست در ارتباط با آمریکا و در ارتباط با کشورهای منطقه به سود ایران هست، در جهت منافع ملی ایران هست یا خیر یک منافع ایدئولوژیک حکومتی است؟ خب در این باره که بارها صحبت کردیم که اصولاً این رودررویی با آمریکا، این جنگ سیاسی و عقیدتی با آمریکا بزرگترین ضربه رو به منافع ملی ما میزنه و این سیاست رو آقای خامنه‌ای آگاهانه دنبال میکنه.
و منافع ملی ما واقعا تامین میشد اگر این جنگ پایان میافت. رابطه خیلی معمولی دیپلماتیک با آمریکا بود، نباید جمهوری اسلامی آمریکا رو دوست داشته باشه و یا برعکس، میتونن روابط عادی داشته باشن. این میتونست منافع ملی ما رو تامین بکنه، ولی خب عواقب داره. آقای خامنه‌ای این مسئله رو کاملا آگاهانه میدونه که اگر این مسئله حل بشه، دیگر ایشون در مقامی که نشسته و اهرم‌های دستش گرفته برای حفظ موقعیت خودش، این اهرم‌ها رو هم کم کم از دست خواهد داد. بنابراین ما اون چیزی هم که در منطقه جمهوری اسلامی انجام میده همش به نفع به اصطلاح منافع ملی ما نیست. این مسئله که به هر صورت ما مخاطراتی هم از جانب کشورهای عربی متوجه ایران بوده، همون حمله عراق صدام حسین به ایران، جنگ 8 ساله یکی از نمونه هاش بوده، ولی کسی که میخواد از کشور خودش و از نظام خودش دفاع بکنه احتیاج به این رفتار و این همه آشوب نداره. و فکر میکنم آقای ظریف و روحانی در این جهت بودند و هستند که فکر میکنن باز نوعی این مسئله رو جمع جور کنن. اما اون مسئله‌ای که بهش اشاره کردم، مسئله کوریدور تهران لبنان، این مسئله ایست که گویا دولت روحانی هم قبول داره. یعنی یک سیاست دوگانه دارن برای حل این مشکلات. این دست و پاگیره برای حل بقیه مشکلاتی که ایران در منطقه با اسرائیل و آمریکا داره. آقای نوزد، من اشاره کردم به بنیاد علوی و آقای ظریف. آقای ظریف گفته بود هیچ ارتباطی نداره. 60% از این بنیاد علوی که الان هیئت منصفه هم باز رأی داده که دست دادگاه رو باز گذاشته، الان هیئت منصفه اخیرا رأی که دادن، که من برای بینندگان توضیح میدم به طور مختصر که درآمدهای این ساختمان 36 طبقه ای که در خیابون پنجم، یکی از گرونترین جاهای دنیا، متعلق به بنیاد علوی از 60% و 40%ش متعلق به بانک دیگه مربوط به نحوی به ایران، اینها رو به تروریست، قربانیان تروریسم میدن. حماس آدم کشته، پولش رو از بنیاد علوی از سفره مردم ایران میدن. حزب الله کشته، همینطور آقای عماد مغنیه کشته که آقای جواد ظریف به زیارت آرامگاه یا قبر عماد مغنیه رفت و بقیه مسائل. در این زمینه تفسیر شما رو میشنویم و اینکه چرا مردم ایران باید غرامت‌های عملیات تروریستی حزب الله و بقیه رو بدن، اونم یک همچین وضعیت و سرمایه‌ای. جناب چالنگی، جناب علی، خودتون در جریان هستید که از چند سال پیش با اون دوست مشترکی که داشتیم، من و شما در جریان ریز این ماجرای بنیاد علوی قرار گرفتیم. شما فکر کنید بنیادی که شاه درست کرد برای اینکه مراکز ایران شناسی رو تقویت کنه، برای اینکه بورس بده به اونایی که راجع به ایران مطالعه میکنن، برای اینکه دانشجویان ایرانی از درآمد این استفاده کنن، آقای شریف امامی در دومین هفته انقلاب به سرعت پریدن رفتن سفارت و انتقال دادن به حکومت جدید در حضور مرحوم استاد دکتر مهدی حائری، و این بنیاد رفت دست رژیم. از این بنیاد چه استفاده ای کردن؟ مراکز اسلامی قزاوینه و غیر قزاوینه در لس آنجلس و سان فرانسیسکو، واشنگتن و میشیگان و جورجیا و نمیدونم شیکاگو درست کردن. آقایان اساتید دانشگاهی بودند برای نوشتن 4 صفحه A4 راجع به یه موضوع قلابی 150 هزار دلار پول گرفتن. آقایون اساتیدی بودند که در نایاک سینه برای جمهوری اسلامی چاک میدن و معلوم شد اینا آخر ماه خلاصه پول می گرفتن و مشغول دفاع جمهوری اسلامی می شدن. پول ملت ایران صرف این کارها شد، صرف خرید ویلای باشکوه برای رئیس مرکز اسلامی شد، صرف این شد که برادران قزاوینه سالی 4 بار برن عراق و ایران رو برگردن. این پولهایی بود که از بنیاد علوی به جای رسیدن به دانشجوها، بعدم تلویزیون درست کردن، خرجش رو بنیاد علوی داد که تلویزیون اینقدر بد بود تعطیل شد. حالا منظورم این آقای چالنگی روزخانی، آقای نوریزاده اشاره کردین روزخانی سان فرانسیسکو 300 هزار دلار چقدر بود؟ بله، 350 هزار دلار برای 3 روز روزخانی. ببینید آقای چالنگی، من اینو میخوام بگم، دردناکه برای ملتی ثروت ملیش اینجوری غارت بشه.
ولی شما به اون خانواده که بچه‌شو تو بیروت جمهوری اسلامی دستور کشتنشو داده، سفارت آمریکا رو منفجر کرده، تو مرکز تفنگیاران دریایی رو منفجر کرده، 300 نفر رو کشته، خانواده اونا جمهوری اسلامی رو مسئول میدونن نه حزب الله رو. بنابراین میخوام بگم متاسفم، این ثروت ملی ما بود. حالا هی بریم به اون پدر و پسر ناسزا بگیم، حداقل اونا رفتن یه بنیاد پهلوی جا گذاشتن، قصراشون باقی است که آقایون استفاده میکنن. اینا که برن چی میخوان باقی بذارن؟ قرض و بدبختی و فلاکت و مرض و ریزگرد و ویرانی کشور، اونم فصل آخرش که به نظرم آقای خامنه ای هم میخواد مثل خمینی وقتی دستش از دنیا کوتاه شد یه ایران ویران بذاره که سردار سازندگی دیگه بیاد بسازه. بله شما قطعا دیدید ساختمان 36 طبقه بنیاد و در خیابان پنجم نیویورک، من هم دیدم، آقای براتی نمیدونم دیدن یا نه، خیابان پنجم نیویورک. من فقط تون بگم اینو که گرونگه که واقعا از گرونترین جاهای دنیا، بله گرونتر از حتی خیابان شانزلیزه فرانسه، بزرگترین مارک های دنیا مود هر چی که هست در اونجا از دفاتر بسیار، آپارتمان های گران قیمت و یک ساختمان 36 طبقه سرمایه گذاری ایران پیش از انقلاب بود که به این روز در اومد. سلیقه طاغوت خوب بود آقای چالنگی، سلیقه در اون زمان با پولایی که در کمپانی کروپ و بقیه جاها پن امریکا و جای دیگه به نفع مردم برای در جهت مسائل مردم سرمایه گذاری شده بود. به سپاسگزار هستیم آقای نوریزاده در انگلستان، سپاس از شما در انگلستان و سپاسگزار هستیم آقای براتی عزیز در آلمان برلین. به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق همکارانم در استودیو مرکزی ایران فردا، امین عزیز تهیه کننده برنامه، علی عزیز کارگردان فنی، هومن مسئول استودیو، مسئول فنی استودیو، رضای گرامی مسئول دوربین ها، قدرت عزیز مسئول تدارکات و روابط عمومی برنامه و بقیه همکاران هم از شما سپاسگزار هستیم به خاطر همراهی در طول هفته و برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز و سبلان آسماری کوساران دنادرا کلوند کوزگ و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.